به نام خداوند بخشنده و مهربان، تقدیم به مادران ایران. ما مامان ها همه ی بچه هامون رو به یه اندازه دوست داریم، اما گاهی به خاطر تفاوت های سنی و شخصیتی ممکنه باهاشون متفاوت رفتار کنیم یا براشون تصمیم های مختلفی بگیریم. به همین خاطره که بعضی اوقات اونا تصور میکنن ما بینشون فرق میذاریم و یکیشون رو بیشتر دوست داریم. گاهی خودمون هم عذاب وجدان میگیریم که نکنه واقعا بین بچه ها فرق میذاریم و از خودمون میپرسیم که چطور عادلانه رفتار کنیم و بچه هامون هم احساس عدالت داشته باشن. دو مهمون امروز ما از شهر شیراز اومدن تا برامون از راهکارهاشون برای برقراری عدالت بین بچه ها صحبت کنن. اول این قسمت مامانیه که کارمنده و به نقاشی کشیدن خیلی علاقه داره. من زهرا ظلمش هستم، مامان امیرعلی و مهدیار. امیرعلی 8 سالشه، مهدیار 4 سالشه. امیرعلی یه پسر پرجنب و جوشه که شلوغی خونه زهرا به خاطر اونه. روحیاتش خود منم. اصلا حرف که میزنه انگار که دارم خودم با خودم حرف میزنم. مهدیار اما با برادرش متفاوته. اما مهدیار خیلی شبیه باباش شده. خیلی درونگرا و آروم و خیلی رفتار ملایمی داره. زهرا هم فرق خودش با همسرش رو توی این میدونه که اون حوصله زیادی برای توضیح دادن چیزای مختلف برای بچه‌ها داره. فکر کنم مثالش اینجوریه، ما با هم میریم خرید، من در مورد همه وسایلی که بچه‌ها لازم دارن حرف میزنم باهاشون، خیلی طول میکشه، ولی اگه بابا باشون برن به سرعت خرید انجام میشه و میان بیرون. پسرهای زهرا گاهی احساس میکنن مامان پرحوصله‌شون بین اونا فرق زیادی میذاره. اینکه بینشون فرق میذارم بعضی وقتا به جایی میرسه که خودشون اعتراض میکنن. امیرعلی که اصلا میگه بهم توجه نکردی، شما فقط مهدیار رو دوست دارین. یا مهدیار بعضی وقتا میگه که برای امیرعلی مثلا کتاب خریدی، خب پس من چی؟ کدومش بر منه؟ زهرا برای اینکه بچه هاش همچین احساسی نداشته باشن راهکارهای مختلفی در پیش میگیره. مثلا برای اونها وقتای تکی میذاره. امیرعلی خیلی دوست داره بره لوازم و تحریر بخره با انتخاب خودش. این انتخاب کردنه طول بکشه، ما زمان طولانی یا با هم حرف بزنیم و بگذرونیم یا با هم بریم پیاده روی و پارک اسکیت. ولی مهدیار عاشق پیتزاست. یه وقتایی من مهدیار رو میبرم تنهایی با هم پیتزا میخوریم و کیف میکنیم. اون معتقده مامان و باباها هر کاری هم که کنن آخرش بچه ها تا حدی احساس تفاوت گذاشتن میکنن. بچه ها به خاطر سنشون یه نیازهای مختلفی دارن. مثلا امیرعلی مدرسه میره، رسیدگی به مشقش و تکالیفش رو میخواد. از اون طرف مهدیار کوچیک‌تره، نیاز به مراقبت بیشتری داره. و خب بعضی وقتا بچه‌ها اینا رو هم تبعیض می‌بینن. مهمون دوم این قسمت مامانیه که خونه داره و اهل ادبیات. ساره دلبخش هستم، مامان سبا، زوها و علیرضا. سبا 14 سالشه، زوها 8 سالشه و علیرضا 2 سالشه. سبا و زوها هر دو دخترای کتاب خونی هستن. خیلی خیلی کتاب میخونن. از بچگی شاید انقدر ما کتاباشون رو عوض میکردیم، میدادیم که جا باز بشه برای کتابای جدید و هر دوشون خدا شو خیلی اهل مطالعه هن. اما تعاملات اجتماعیشون متفاوته. زوها برونگراتره و بیشتر میجوشه، هر جا باشه سری دوست پیدا میکنه و دوستاش خیلی زیادن. علیرضا هم فعلا علاقه هاش با خواهراش فرق داره. علیرضا هم توپ
و ماشین. هر جا توپ ببینه توپ میخواد و توپ بازی میکنه. ساره فکر میکنه مادری کردنش از سبا تا زوها و علیرضا کلی تغییر کرده. بچه اول خب همه یه توجه پدر و مادر رو به خودش جلب میکنه، ولی یه جورای آزمون و خطاست. حتی میشه گفت توی مادری اول، توی فرزند اول. ولی توی بچه های دوم خب یه ذره آدم خودش راحت میگیره، یه ذره خودش آسون تر میگیره. بچه های ساره هر کدوم یه جوری به فرق گذاشتن های مامانشون شکایت میکنن. مثلا اعتراض زوها اینه که تو برای علیرضا فلان اسباب بازی رو خریدی، منم دوست دارم، برای منم بخر، بدون اینکه توجه کنه مثلا حالا تو سنت بالاتر و این اسباب بازی اصلا به درد تو نمیخوره. علیرضا هم به روش خودش اعتراض میکنه. اگر کسی بیاد توی بغل من همه رو میندازه بیرون که فقط خودش بیاد توی بغلم. روی کرده ساره برای احساس تفاوت نکردن بچه ها توجه به استعدادا و علاقه های خاص هر کدومه. مثلا اگر زوها به نقاشی علاقه داره، سعی میکنم یه کلاس نقاشی ثبت نامش کنم که بتونه اون استعدادش رو شکوفا کنه و بتونه از اون هنری که داره استفاده کنه. این دو مامان اهل شیراز امروز مهمون ما هستن تا درباره فرق گذاشتن و نذاشتن بین بچه ها گفتگو کنیم. سلام. سلام. خیلی خوش اومدید. قربونت شما، متشکرم. سلامت باشین. شما خواهر برادر دارین؟ بله. دارین؟ چند تا؟ من دو تا خواهر دارم. خودت بچه چندمی؟ بچه اولم. دو تا خواهر کوچیک‌تر. دو تا خواهر کوچیک‌تر. من دو تا برادر دارم. یه برادر بزرگتر، یه برادر کوچیک‌تر. آها، دختر وسط. تک دختر وسطی. وقتی بچه بودین احساس می‌کردین که هیچ وقت بینتون فرق میذارن؟ قاعدتا این فکر نمی کنم کسی بتونه ادعا کنه که من بین بچه هام فرق نمیذارم. ادعا که می کنم باید از بچه ها بپرسی. تو به نظرت نمیشه هم چیزی؟ نظر بچه ها اینه که همیشه پدر مادر بالاخره فرق میذارن. قطعا. زهرا تو چی بینتون فرق میذاشتن؟ من تک دختر بودم و پدرم خیلی دختر دوست داشتن. ضمن اینکه خب برادر کوچیکترم که دنیا اومد یه زمانایی کاملا یادمه که احساس میکردم که اونو بیشتر دوست دارن، یا بغل مامانم که بود شیر میخورد خیلی برای من سخت بود. بعد من میرفتم پشت مبل مینشستم، برای خودم خونه میساختم با پشتیا، انگار که این حالا محیط امن منه. تا وقتی که بچه ها یه دونن خیلی موضوع تبعیض مطرح نمیشه دیگه. یه دونن کلا معمولا با به دنیا آمدن بچه دوم و اضافه شدن بچه دوم سوم که اصلا اسم تبعیض و فرق گذاشتن میاد. شما اینو چطوری تجربه کردید؟ من داشتم زندگیمو میکردم. با یه بچه؟ نه، با دوتا حتی. من زوها به دنیا اومده بود، 3-4 سال شده بود، داشتم زندگیمو میکردم. بعد یهو یه روز به خودم گفتم من چقدر به سبا بیشتر توجه میکنم. من چقدر به برای بچه اول چقدر انرژی گذاشتم، بیشتر وقت میذاشتم، وقت گذاشتم کلاسای مختلف، استعدادهای مختلفش رو کشف کنم، پرورش بدم، کتاب خوندم، کتاب خریدم، ولی برای زوها این کار رو نکردم. چرا؟ خلاصه اینجوری بود که خیلی روزها حالم بد بود. آره، و به این فکر میکردم که چجوری این اتفاق افتاد. من که حواسم جمع بود و این شد که از یه جایی تلاش کردم که خب برای زوها بیشتر وقت بذارم، چون سباهی داشته سالهایی رو تجربه میکرده که جدید بوده، ولی به نظر تو زوها مثلا شاید عبور کرده. آره، تو تجربه شاید. این سالاشو شاید داشتی. چون این تجربه شاید برای من تکراری بوده، حس میکردم که زوها هم باید مثلا این براش تکراریه شاید به قول شما، و اینکه شاید نتیجه تلاشایی که من برای سبا کرده بودم الان داشتم میدیدم. زهرا تو چی؟ تو کجا احساس کردی که تبعیض داری بین بچه‌ها میذاری؟ از وقتی که پسر دوم باردار شدم. یعنی بین بچه و یه جنین داشتی تبعیض میذاشتی؟ ببینید چطوری شد. من خودم واقعیتش به خاطر بچه اولم بچه دوم دنیا آوردم، به خاطر که دوست داشتم که خواهر برادر داشته باشه، تو آینده یکی پشت و پناهی داشته باشه، تنها نباشه. وقتی که من باردار شدم امیرعلی 3 سال و نیمش بود. تون سن 3 سال و نیمه پسر من هنوز نیاز داشت که بغل بشه، نیاز داشت که من در آغوشش بگیرم، بغلش کنم راه برم، و اون موقع نمیتونستم و خیلی برام سخت بود.
چون خیلی بارداری سختی هم داشتم اصلا نمیتونستم پسرم رو بغل کنم و اون رابطه‌ای که باش قبل از این داشتم و دیگه نداشتم. این حس که داری یه نفر رو ترجیح میدی به امیرعلی مثلا. آره. به خاطر رعایت حال بچه. بچه‌ها کی خودشون همچین احساسی رو داشتن که شما دارید بینشون تبعیض میذارید؟ هیچ وقت خود بچه‌ها همچین احساسی رو داشتن؟ بله، خیلی زیاد مکرر هرچی بگم که و از دقیقاً وقتی که به دنیا میاد. بچه جدید به دنیا میاد، آره، کم کم این خب بالاخره یکی اومده که قدرتش از بین رفته دیگه، همه چی تا حالا در اختیار من بوده، مامان هر وقت میخواستم برای من بود ولی الان هر وقت میخوام مال من نیست، من یه وقته باید صبر کنم مثلا که بچه شیر بخوره کارش تموم بشه مامانم به اون رسیدگی بشه، بعد اون توجهه و محبت رو قشنگ احساس میکنن دقیقا. که داره نصف آره. میشه دیگه و اینو ظلم به خودشون میدونن. زهرا تو همین احساس کردی؟ آره، ما وقتی که از بیمارستان اومدیم خونه با نوزادمون شب اومدیم بخوابیم و پسر کوچیکه من که حالا 4 ساله بود گفت که چرا نینی پیش مامان میخوابه؟ پس من چی؟ من که دیگه من با جدا میخوابیدم. اولین جاهاست که بچه ها احساس تبعیض میکنن. ضمن اینکه بچه ها خیلی گناه دارن واقعا. شما فکر کنید برای بچه هاتون تعریف میکنین که یه بچه کوچیک داره میاد تو خونه ما. برای با تو بازی کنه. فکر میکنه باش بازی میکنه. پسر من اولین بازخوردش این بود که آخ جون داداش گیرم میاد با هم میریم کلاس ژیمناستیک. تا الان که 8 سالشه پسر کوچیکم 4 سالشه هنوز با هم نرفتن. آره، اون روزهای اول اصلا تصور بچه از اون همبازیش به هم میریزه. اگر این تصور ایجاد شده باشه که قراره یه نفر تو باش بازی کنی دیگه، میاد میبینه نه این یه نفری آره، که تازه هی داره وقت همه رو میگیره و دل دردم داره و گریه هم میکنه بیخوابه. حالا از اون روزهای اول، ماهای اول که بچه دوم به بچه سوم حالا به ترتیب اضافه میشن بگذریم، که اون حسادت ها خیلی خودشو نشون میده، اون احساس تبعیض خیلی پررنگ، بعدها که اینها بزرگتر شدن شما میدیدید که نسبت به رفتار شما معترض باشن که داری تبعیض میذاری، دیگه حالا همبازیشون هم پیدا کردن، خیلی با هم مراوده دارن، این احساس تبعیض رو بچه ها به شما منتقل میکردن؟ بله، هنوز همچنان سر چه چیزایی بوده؟ کیا بوده؟ مثلا دختر من بزرگه میاد میگه که مامان تو مثلا امروز به من توجه نکردی، به من عشق ببرز و من رو بغل کن. ولی دومی اینجوری نیست. دومی اگر باهاش بازی نکنیم، شرایطی رو فراهم نکنیم که سرگرم بشه، حوصله‌ام سر رفته، به این نیازهاش پاسخ ندم اعتراض میکنه. آره. زهرا تو چی؟ کی دیدی که بچه ها احساس کنن که شما بینشون تبعیض میذارید؟ امیرعلی توی خانواده من و همسرم از هر دو طرف نوه اول بود. کانون توجه. کاملاً. بعد برادر همسرم شیراز زندگی نمی کردن. اوشون هم یه پسر همسنای امیرعلی دارن. برادر خودم هم همینطور. اوشون هم شیراز زندگی نمی کردن و یه دختر هم با فاصله 1 سال از امیرعلی دارن. این بچه ها هیچ وقت نبودن. برای همین هیچ نوهی وجود نداشت. تا وقتی که من مهدیار رو به دنیا آوردم. به طور اتفاقی یه شرایطی پیش اومد که برادرم و برادر همسرم هر دو برگشتن شیراز، و یه هویی تو جمع خانواده ما یه بچه خارج شد. 5 تا بچه. بیچاره چه احساس بدی. آره خیلی سخت بود. بچه‌ای که کانون توجه همه بود الان با یک توجه تقسیم شد بین همه بچه‌ها. آره و من خیلی دلم اش واقعا میسوخت، درکش می‌کردم و واقعا براش خیلی بیشتر وقت می‌ذاشتم. خودت سعی می‌کردی که خیلی توجه و محبت بهش بدی که اون احساس فرقه براش پر رنگ نباشه. بله، و اصلا یه جایی به نظرم افراط میکردم برای بچه ها، مثلا اسباب بازی های شبیه هم میخریدم یا لباس های شبیه هم. اینکه شما از دور میبینین یه خانواده ای دوتا بچهشون لباساشون مثل همه، خیلی قشنگه. پسر بزرگم اینو بهم تلنگر زد که مامان دوست نداشت. آره آره، دوست داشت خودش باشه، یه شخصیت مستقل فرق داشته باشه. یه ذره بین ما فرق بذارید. آره آره، واقعا هم روحیاتشون زمین تا آسمون فرق داره. یعنی امیرعلی برونگرا و احساساتو بیان میکنه، ولی مهدیار نه، درونگراتره. من دوست داشتم بچه‌ها شکل هم لباس بپوشن. واقعا امیرعلی اصلا رنگایی که مهدیار دوست داره رو دوست نداره. تو یه جورایی از اون ورم افتادی توی مقطعی. آره، ولی جمعش کردم دیگه. شده بوده که بچه هاتون بهتون بگن که اون یکی رو بیشتر از من دوست داری؟ زیاد. کیا بوده؟ سر چی بوده؟ وقتی با هم دعواشون میشه. پسرم
دیدین که بچه ها سر کانال تلویزیون، سر غذا، سر اون تیکه که سوسش بیشتره، سر اون هر جایی که یه انتخاب میتونه وجود داشته باشه ممکنه اینا اسباب بازی بشه. آره. اونجایی که مثلا پسر بزرگترم خب قوی تره دیگه، برادرش ممکنه یه دونه بهش بزنه اونم بخواد یه دونه بزنه، ولی این زدنه خب فرق داره، یه دونه فرق میکنه. آره اینجا رو پسر بزرگم میگه خب اون یه دونه زد، منم یه دونه زدم. آره تو میگه چرا بهش انقدر محکم زدی؟ نه من میگم چرا اصلا زدی؟ چرا زدی اصلا؟ و اون ناراحت میشه که آره ناراحت میشه که خب نه تو که نمیدونی که اون منو زد، اون اول منو زد، اون مثلا ماهی منو کشید. بیشتر بزرگتره میگه که داری از کوچیکه طرفداری میکنی، یا بیشتر کوچیکه میگه هوای بزرگتره رو داری؟ من بزرگتره میگه. آره بزرگتره. بزرگتر میگه که حواستون بیشتر به کوچیک هست. خب قاعدتا فکر میکنم همین جوری هم باشه، چون ناچارن ما باید از کوچیکتر رو بیشتر مراقبت کنیم، یعنی یه همچین حسی توی وجودمون هست که خب اینا کوچیکترن و ما باید ازشون مراقبت کنیم. ولی پسر کوچیکه منم میگه ها، میدونین که وقتی کلاس آنلاینه، وقتی کلاس آنلاین بود من پیش پسرم میشستم تو حال که با هم کلاس رو برگزار کنیم. پسر کوچیک شرایط خونه در خدمت آره، در خدمت بزرگه بود. بعد خب آخه کلاس اولم بود، خیلی تفلکی بود. آره خیلی گناه داشت. بعد پسر کوچیکم و با باباش میرفتن تو اتاق. خب دیگه تو اتاقی تو محبوسی دو سه ساعتی که حالا حداقل کلاس هست، وسطش یه زنگ تفریح بدن شما بیای بیرون. بعد پسرم همش میگفت که مامان تو فقط امیرعلی رو دوست داری. بعد دیگه با همسرم اینجوری کردیم که نوبت نوبتی باشه دیگه، بعضی وقتا من با پسر کوچیکم باشم، بعضی وقتا بابا باش باشه. اینجوری خیلی بهتر شد. ساره بچه های کوچیک تو همین اعتراض رو داشتن که خیلی هوای بزرگر داری؟ یه وقتایی رو سعی میکنم با سوا بشینم فیلم و سریالایی که دوست داره رو ببینم و خب با توجه به خلقیاتش یه ذره ژانر دلهوره رو دوست داره و من با وجود اینکه حالا شاید خیلی موافق هم نباشم ولی میشینم باهاش تماشا میکنم. توی این زمان ما زهار رو میفرستیم توی اتاق که خب حالا تاثیر بدی نداشته باشه و سرگرمی جا تو اینو براش میذاریم که استفاده کن، بازی کن، ما اینو ببینیم، یه قسمت مثلا ببینیم. خیلی این اتفاق کم میفته ولی با این وجود باز هم یه وقتا میبینی که اعتراض میکنه، من خسته شدم چرا تموم نمیشه، من میخوام بیام بیرون. برای تو که هنوز علیرضا خیلی وارد بازی ها نشده، الان تقریبا میشه گفت که داریم در مورد دو تا دخترت صحبت میکنیم، برای تو هم در مورد دو تا پسره. من یه حالا چالش دیگه ای که دارم اینه که جنس بچه ها من با هم دیگه فرق میکنه، جدا از این که یه ملاحظاتی دارم که بالاخره اون بزرگتره گاهی این کوچیکتره و باید همدیگر مراعات کنن، یه بحث جنسیتی هم داره که هر چقدر هم تو بخوای که نگاهت این شکلی نباشه ولی خب بالاخره اون دختر اون پسره. مثلا بعضی جاها امیرعلی با باباش داره میره یه جایی که پناه خیلی مناسب نیست براش بره، یا برعکس پناه میتونه با من بیاد یه جاهایی که امیرعلی نمیتونه بیاد اونها رو، و ممکنه این باعث اعتراض بشه که چرا اون میتونه بره چرا من نمیتونم بیام. اصلا نمیشه به نظرم جلوی این قضیه رو گرفت، اجتناب ناپذیره تو روابط خواهر. اصلا نمیشه جلوشو بگیریم چون بچه‌ها اصلا نیازهای متفاوتی دارن و پاسخ این نیازهاست که باعث میشه اونها این برداشتو بکنن. آره این یه نکته خیلی مهمه، بچه‌ها نیازهاشون با هم متفاوته، شخصیت خود بچه‌ها، شخصیت بچه‌ها، نیازهاشون، علایقشون، استعداداشون، آره، اینا باعث میشه که پدر مادر یه رفتار متفاوتی انجام بدن که این رفتار دیگه به دلیل بی‌عدالتی نیست. مامانا همیشه فکر میکنیم که فرقی بین بچه هامون نمیذاریم و تمام تلاشمونو میکنیم که شرایط برابری براشون ایجاد کنیم. اما با وجود همه تلاشای ما، موقعیت هایی هستن که بچه ها احساس تبعیض میکنن و تصور میکنن ما بین اونها فرق میذاریم. موقعیت هایی که لازمه حواسمون بهشون باشه. اول، شخصیت های متفاوت. با وجود همه شباهت هایی که بچه هامون به ما دارن، تفاوت های زیادی بین خودشون وجود داره. گاهی این تفاوت ها باعث میشه ما ناخواسته به یکی از بچه ها توجه بیشتری کنیم. مثلا اگر پسر بزرگمون مثل باباش عاشق فوتباله، در این صورت ممکنه به پسر کوچیکمون که والیبال رو دوست داره کم توجهی بشه. دوم، قانون های متفاوت. گاهی قانون های خونه ما برای بچه هامون متفاوته. اینجور وقتها بچه هایی که قانون بر وفق مرادشون نیست معمولا سر به شکایت میذارن. مثلا اگه بچه بزرگتر
اجازه داره شبای ساعت بیشتر از بقیه بچه ها بیدار بمونه، بچه های کوچیکتر برای خوابیدن مقاومت زیادی میکنن. سوم، زمانهای متفاوت. به دلایل زیادی ممکنه لازم باشه ما وقت بیشتری برای یکی از بچه ها بذاریم. از رسیدگی بیشتر به درس و مدرسه گرفته تا خدای ناکرده رسیدگی های پزشکی و درمانی. توی این شرایط بقیه بچه ها ممکنه تصور کنن ما توجهی بهشون نمی کنیم و اونقدری که باید اونها رو نمی بینیم، مخصوصا اگه زمان مختص به خودشون رو با ما نداشته باشن. چهارم، فرهنگ های متفاوت. از قدیم تا همین الان بعضی خانواده ها و فامیل ها پسر دوست تر هستن و بعضی ها دختر بچه ها رو بیشتر دوست دارن، یا اینکه توی بعضی محیط ها شرایط و امکانات برای حضور پسر بچه ها فراهم تره و بعضی جاها هم غلبه با حضور دختراست. توی همچین محیط هایی بچه هایی که جنسیت متفاوتی دارن ممکنه احساس کنن کسی اونا رو دوست نداره. و پنجم، مقایسه. مقایسه بچه ها با هم شاید مهمترین عاملی باشه که اونها احساس کنن ما بینشون تفاوت میذاریم، مخصوصا وقتی بیش از حد رفتار خواهر و برادرشون رو به عنوان رفتار بهتر اسم ببریم و در مقابل رفتار اونها از طرف ما نمره منفی بگیره. چیزی که مهمه اینه که بدونیم ما نمیتونیم با همه بچه هامون کاملا یکسان و مثل هم برخورد کنیم، لااقل به این خاطر که سنهاشون با همدیگه متفاوته و هر کدوم اختزاعت سنی خودشون رو دارن. اما میتونیم به موقعیت‌هایی که باعث ایجاد حس فرق گذاشتن بین بچه ها میشه آگاه باشیم تا ناخواسته دوچارشون نشیم. پس الان که در مورد تفاوت‌ها و جاهایی که ممکنه احساس تبعیض برای بچه‌ها به وجود بیاد صحبت کردیم، یکی ورود بچه دوم و سوم بوده، یعنی هر نوزادی که میمده برای بچه ما قبل خودش این احساسو میتونسته به وجود بیاره که دارن بینمون فرق میذارن. یکیش تو دعواهاشون بوده، تو بازیهاشون بوده که به حال اگر اختلافی به وجود میمده مامانا اگر میخواستن برن یه جایی ذره جانبداری هم بکنن با اعتراض مواجه میشدن. جنسیتاشون، سناشون، اینها همه از اون جاهایی بوده که خیلی تبعیض خیز بوده و میتونستن بچه ها اعتراض کنن. حالا شما با این اعتراض ها چی کار کردین؟ چه برخوردی داشتین وقتی میمدن بهتون اعتراض میکردن؟ که مامان تو بین ما فرق گذاشتی، تو مثلا فلانی رو بیشتر از من دوست داری؟ فقط حرف زدن، گفتگو راه حل تو. آره بشینیم با هم صحبت کنیم راجع به این مسئله، ببینیم دقیقاً الان چی ناراحتش میکنه، اینکه الان از کدوم رفتار من باعث شده این احساس بهش دست بده، چی ناراحتش میکنه، چه جوری اگر باشه خوشحال میشه. برای جبران کردن بعد از این گفتگو کاری هم کردین؟ این که بخواید از دلشون در بیارین، حالا یه هدیه‌ای باشه، کاری کردین اینجوری؟ هدیه اگه باشه آره، ولی دیگه اگه بره به سمت باج نه، یعنی یه جوری باشه که فکر کنه داره رشوه میگیره. آره اگه من، پس من میتونم یه بار دیگه بیام همچین اعتراضی بکنم و یه چیز دیگه بگیرم؟ نه، ولی یه جوری باشه که جبران بشه. مثلا اگر سراغ آبرنگ میره، سراغ آبرنگ خواهرش میره و آبرنگ میخواد، خب من یه سر آبرنگه، مثلا اگه سر اونه، من میتونم یه چیزی براش جبران کنم و بگیرم براش بیارم، یعنی آبرنگ رو بیام بگیرم که اون مال خودشو داشته باشه، آبرنگ خودشو، که دیگه این احساس نکنه که سبا یه چیزی داره که من ندارم. بعضی وقت بچه ها به یه مسائلی اشاره میکنن و یه دلخوریایی دارن که باید یه تغییر رفتاری صورت بگیره، یه تغییر رویهی صورت بگیره برای اینکه اون مسئله برطرف بشه. میدونی از یه مثلا جزئیتی مثل یه وسیله، یه اسباب بازی، یه خرید خیلی فراتره، یه مجموعه رفتاره. شما تا حالا براتون پیش اومده که بخواین رفتارتون رو عوض کنید با تذکر بچه ها؟ آره برای من پیش اومده. چی بوده؟ اون جایی که به پسر بزرگم میگفتم مامان حالا این دفعه تو کوتاه بیا، برادرت کوچیک‌تره. بعد از اینجا تکرار میشه. آره از اینجایی حس کردم که نه دیگه، پسر کوچیکم هم میتونه گلیم خودشو از آب بیرون بکشه. یا بزرگ احساس کرده داره بهش دیگه ظلم میشه، من باید عوض کنم. ساره تو هم مثل زهرا جایی بوده که تغییر رفتار بخوای بدی؟ من احساس کنی موردی نیست و این یه روالی که باید عوض بشه؟ آره اونجایی که البته اعتراضی نبود، اونجایی که خودم فهمیدم، اونجایی که خودم فهمیدم که هیچ اعتراضی نبود یا نه پنهان بود یا چیزی. چرا حالا مثلا میگم خب من از اونجایی فهمیدم که زیاد میومد میگم من حوصله‌ام سر رفته و یه لحظه با خودم فکر کردم خب راست میگه، هیچ سرگرمی نداره، مثلا کلاسای آموزشی و اینا خب نمیره که مثلا حالا بعدش بیا تو خونه یه خورده سرگرم بشه. اینو خودم حس کردم.
پس شماها چه اونجایی که بچه‌ها گفتن و چه اونجایی که نگفتن خودتون کشفش کردید که این از یه مسئله ناراضیه، این از یه رفتاری ناراحته، من باید تغییر ایجاد کنم برای اینکه بچه‌م احساس خوبی داشته باشه، ماره. احساس تبعیض نداشته باشه. درسته. حتی اگر من همچین منظوری نداشتم، ولی اون داره برداشت می‌کنه که من دارم فرق می‌ذارم و چون من دلم نمی‌خواد که بچه‌م با این احساس باشه همیشه، پس من میام حالا به هر راهی که میشه اینو برطرف میکنم. تلاش میکنیم برای اینکه تغییر به اون احساس اهمیت دادین، چون خودتونم دوست نداشتین که بچه‌ها همچین احساسی داشته باشن. گفتیم که بچه‌ها استعداداشون با هم فرق میکنه دیگه، توانمندیاشون، چیزایی که بهشون علاقه دارن فرق میکنه. اگر بچه شما یکیشون توی یه مسئله ای، توی یه زمینه ای قوی باشه، علاقه داشته باشه و شما بخواید که تشویقش بکنید، چطوری این تشویق رو انجام میدید که اونای دیگه احساس بدی نداشته باشن و فکر نکنن که دارید فرق میذارید؟ من بیشتر تلاش میکنم که روی اون نقطه‌ای که حالا نقطه قوتشه یا نقطه ضعفشه، نقطه قوتشو حالا بیشتر اول اینو بگم، نقطه قوتشه روش تمرکز کنیم، جنبه‌های مختلفش رو، نقطه قوت هر کدوم یعنی پیدا کنیم. آره، نقطه قوت هر کدومشون رو پیدا بکنیم، راجبش صحبت کنیم و در واقع تشویقشون کنیم. اگه این توی من زمینه خوبه، تو هم توی این زمینه آره خوبی. من چقدر حس خوبی به من میده که تو توی مثلا فلان زمینه خوبی و خواهر توی فلان زمینه مثلا. تو نقطه ضعف هم این اتفاق میتونه بیفته ها، یعنی بچه ها آره. یکی توی یه مسئله ضعیف‌تره و خب ناخودآگاه پدر مادر بیشتر بهش کمک میکنن دیگه که بالا بکشنش. این نباید یه جوری باشه که بقیه احساس کنن به اون خیلی توجه داره میشه یا به اون خیلی دارن محبت میکنن، یعنی باید اینم جا بیفته که این نیاز بیشتری داره توی این مسئله. و چقدر هم سخته جا انداختن این قضیه آره. از اون قوت سخت‌تره. آره، چون داری در مورد موضوع مثبت صحبت میکنی. دقیقاً. اینجا میخوای در مورد ضعف یکی از بچه‌هات صحبت کنی بدون اینکه بخوای خیلی روش تمرکز کنی، ولی میخوای بقیه هم مطلع بشن که دلخور نشن. پسرم خیلی براش مهمه که اگه داریم چیزی رو بهش تذکر میدیم خصوصی باشه، به صورت آروم به خودش باشه. ما همه حساسیت هایی که داریم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یه جاهایی بین بچه هامون فرق گذاشتیم، بعضیاشو خودمون متوجه شدیم، بعضیاش هم بچه ها بهمون تذکر دادن، خیلیاش هیچ تعمدی هم توش نبوده. شده وقتی که به این تبعیضا فکر میکنید عذاب وجدان بگیرید؟ بله. آره بابا زیاد. من وقتی فهمیدم که حس کردم که دارم به سبا بیشتر توجه میکنم تا زهد، خودت هم حس کردی؟ خودم حس کردم، ولی تا چند وقت حالم بد بود، یعنی حس میکردم که یه دوره از عمر زهد گذشته، از دست داده شده و من هیچ کاری براش انجام ندادم و حس میکردم که باید سریعا یه اقدامی کنم که جبران بشه و خب خیلی شدیده عذاب وجدانه، تازه میزنه خیلی چیزا رو خراب میکنه. آره، مادر به هم میریزه. آره خیلی. من این حس رو وقتی داشتم که من به پسر اولم 2 سال شیر دادم و پسر دومم خیلی گرمایی بود، ای دنیا اومده. این از اون احساساست که دست از سر مادر بر نمیداره تا آخر. آره، من تو مامانای سن بالا دیدم که تا آخرش میگفتم من به اون بچه 2 سال شیر دادم، این بچه شیر نخورده. نخورد، واقعا خودش نمیخورد، اصلا تحمل آغوشو نداشت، خیلی گرمش بود، خیلی بیتاب بود وقتی تو بغل میمون. اینه که خیلی زود مجبور شدم که شیر خشکو برای شروع کنم. این خیلی منو ناراحت میکرد. این همه شما حساسین، رعایت میکنید، حواستون هست که بین بچه ها تبعیض نذارین و یه جاهایی هم ممکن از دستتون در بره یا بچه ها برداشت اشتباه داشته باشن، سوء تفاهم پیش میاد. به هر حال گفتین که میرسیم به گفتگو و توضیح دادن، اینکه مجاب بشن، قبول کنن، اون احساس بده از بین بره. آیا با این گفتگوها، با این توضیحات بچه ها قانع شدن؟ نه، بیشتر وقت داره. نه، فکر نمی کنم، یعنی شاید مثلا برای کوتاه مدت یه ذره آرومشون بکنه، ولی بعد باز اگر مثلا اون اتفاق تکرار بشه ممکنه باز احساس کنن که نه، هیچ اتفاقی نیافتاده. تکرار وقتی میشه که دیگه قضیه از یه مورد جزئی فراتره، مثل اون بحث نیازها، استعدادها. بله، بله، که متفاوتن. و این هر بار که پیش بیاد بچه‌ها میگن که نه، آره، ببین مامان داره همین کار خوش ادامه میده. یعنی من همیشه همین کارو میکنم، یعنی سعی میکنم توضیح بدم، صحبت کنم،
بتونم همون لحظه بغل کنم، همدلی کنم، همدردی کنم باهاشون. ولی باز هم همچنان هر روز، روزی یک بار دو بار، حالا به فراخور حالشون، هر چقدر هم که شما حواستون باشه، هر چقدر هم که رعایت کنید، تلاش کنید که این سوء تفاهم برطرف بشه، با همه اینها ممکنه بچه‌ها هیچ وقت قانع نشن و به نظر من دیگه نباید از یه حدی به بعد پدر مادر خودشونو خیلی اذیت کنن. وقتی دارن تلاش میکنن، وقتی مراقبت میکنن و این نگاه وجود داره، نمیشه از یه جایی به بعد کاری کرد. یعنی گریز ناپذیر این اتفاق که بالاخره یه جایی به یکیشون یه توجه بیشتری بکنیم. مثلا کوچیک شیرین زبونی بیشتری میکنه، تو بهش یه توجه بیشتر میکنی، قربون صدقش میری. و بزرگه این روزهای خودش رو یادش نمیاد. نمیاد. هرچی هم حالا تو توضیح بدی که برای تو هم این کارو کرد. من دقیقاً که تو از بچه کوچیک دریغ کنی برای اینکه اون ناراحت نشه. دقیقاً. و من به عنوان مادر فکر میکنم باید بپذیرم که خب یه وقتی نمیتونم کاری انجام بدم. ما نمیتونیم به خاطر اینکه بچه‌هامون حس تبعیض نداشته باشن، یه شکل و یه رنگ باشون برخورد کنیم. اونها آدم‌های متفاوتین. معنای عدالت الان همینه. یعنی معنای اینکه شما تبعیض قائل نشید دقیقاً همینه که متناسب با نیاز هر کدوم، شکل هم شدن نیست. اینکه با هر آره، کدوم درست با هر و با انصاف برخورد کردن با باشه. متناسب با استعداد هر کدوم، نیاز هر کدوم. مثل زهرا دیگه که می‌خواد بچه‌رو یه شکل کنه. آره. با این فکر که اینا شبیه هم و مثلا من هر دوشون یه اندازه توجه کردم، در صورتی که اون عدالت نبود. عدالت این بود که به هر کدوم به میل خودش برخورد کنی. آره، رفتار کنی و هر کدوم اون لباسی رو که دوست دارن بپوشن. این که بچه‌ها خودشون رو تخلیه کنن به نظرم خیلی راه حل خوبیه و خوشو موثر ببینن. آره، ما یه مسابقه توپ بازی داریم تو خونه که پسرم وقتی خشمگین میشه، وقتی که احساس میکنه مورد تبعیض قرار گرفته، اونا با هم تیم میشن و به من و بابا توپ پلاستیکی پرتاب میکنیم، انگار که قرار سنگر بگیریم پشت مبلا و اینا. این خونه رو خیلی به هم میریزه، ولی خیلی راهکار موثریه که بچه‌ها خشم و ناراحتی درونیشون پیششون نمونه و راهی برای بروزش داشته باشن. ضمن اینکه یه فعالیت جمعی، یه بازی خانوادگی خیلی موثره. و اینکه من شیرازی هم که اهل تفریح و بازی خانوادگی آره ما خیلی اینجوریم، به خصوص که من خیلی به کارتون میاد، کارمندیم. اینه که حتما آخر هفته یه برنامه خانوادگی داریم که با هم بریم یا بیرون از شهر یا یه برنامه خاصی که فقط برای خودمون چهار نفر باشه. این خیلی بهتون کمک میکنه، خیلی به ما کمک کرده. اصلا پسرام منتظرن که ما با هم باشیم. و اینکه یه زمانیو هر کدوم از ما پدر یا مادر با یکی از بچه‌ها تنها باشیم، این خیلی برای ما مفید بود. تفریحات دو نفره. آره آره. پسر من هر وقت که ممکنه تبعیض قائل بشم، یه وقتی خودم متوجه میشم یا خودش بهم میگه، راهکارمون اینه که درسته مامان حق با توه، پس ما میریم این کار مامان پسری رو با هم انجام میدیم. اونجا برام بیشتر توضیح بده و خیلی پسر من رو تخلیه میکنه، باب گفتگو باز میشه. آره، دیگه این رابطه صمیمی پدر و مادر، این رابطه عاطفی که حفظ بشه به نظر من خیلی به ما کمک کرد. خیلی ممنونم که تشریف آوردید، از راه دورم اومدید. خیلی ممنونم ازتون. سلامت باشید. بفرمایید لطفا، بفرمایید. دست شما. چایی با شیرینی شهرتونه. هر کدوم از بچه‌ها ویژگی‌های منحصر به فردی دارن و لازمه ما مامان و باباها با توجه به همون ویژگی‌ها باهاشون رفتار کنیم. تفاوت رفتاری ما با بچه‌ها به معنای بی‌عدالتی نیست، گرچه ممکنه اونا تصور کنن ما بینشون فرق می‌ذاریم. به همین خاطر گاهی لازمه دلیل تصمیماتمون رو براشون توضیح بدیم. یادمونم نره که خیلی وقتا رفتار یکسان با بچه‌های متفاوت خودش بی‌عدالتی در حق اوناست.